رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. سلام، بفرمایید. خیلی دوستتون دارم آقای دکتر. با شنیدن به حرفای شما زندگیم خیلی تغییر کرده و خیلی ارزش و احترام براتون قائلم و همیشه وقتی خیلی نگران میشم حتما گوش دادم به صحبت شما خیلی خیلی آروم میکنه. سپاسگزارم که یه فارس زبانی مثل شما تو دنیا هست که ما زندگی رو بتونیم با گوش دادن به حرفای شما بهتر بفهمیم. لطفا محبت دارید، بفرمایید. من خواستم راجع به پسرم صحبت کنم، اما الان وقتی که فکر میکنم مشکل خودم، چون خیلی وقت بهش فکر میکنم و اینا برام مهمتره، میخوام اول مشکل خودم حل کنم اگه اجازه بفرمایید. خواهش میکنم، آقای دکتر، من 40 سالمه، 3 تا بچه دارم، 19 سال ازدواج کردم، تو ایرانم مهاجر بودم، اما برای مشکلاتی که داشتیم مهاجرت کردیم، الان 12 سال اروپا. بعد آقای دکتر مشکلی که دارم اینه که من یه خانومی هم با قیافه متوسط با قد کوتاه، بعد همیشه این کوتاهی قد منو تا الان خیلی اذیت میکنه. شاید نمیدونم مسخره باشه یا نمیدونم چی، اما بعد از شانس بعد من هیچ وقت دوست نداشتم بچه هم کوتاه قد باشن، نباسم فکر که این مشکلاتی که من دارم اون نداشته باشه، اما از شانس بعد من بچه هم کوتاه قدن، مثلا دخترم 1.55، پسرم 1.60، کوچیکم که هنوز معلوم نیست. بعد این حالا که البته این قدها قدایی برای جامعه ایرانی با توجه به متوسط ما که کوتاه نیست. به من بفرمایید بچه ها چند ساله هستن؟ دخترم 17 سالشه، پسرم 15 سالشه، پسر کوچیکم 6 سالشه. خب اون وقت به من بفرمایید همسرتون چند سالشونه؟ همسرم 45 سالشونه. حالا چون شما به نسبت به این موضوع اینقدر حساسید، قد همسرتون متوسطه؟ متوسط بیش از متوسطه؟ 1.68. قد همسرم 1.68. من خودم 1.65م، همسرم 1.65. ولی خب ایشون که خب بلند نیستن اونقدر، ولی خب به هر حال شما باید می اومدید از این دوستان بلند قد دو متری انتخاب میکردی، چون ترکیب ژنتیکی کار رو درست میکرد، ولی خب حالا اون که شوخی است و گذشته. به من بفرمایید هر دوی شما چی خوندید، چه میکردید در ایران و چه میکنید در اروپا؟ من خودم آقای دکتر تو ایران تو یک خانواده خیلی پر جمعیت به دنیا اومدم، خانواده مهاجر افغان بودیم و خانواده کاملا سنتی، حتی از یه کلاس سوم راهنمایی به بعد اجازه درس خوندنم به هم ندادن، اما اومدم تو اروپا و اینجا کمک پرستاری خوندم و 3 سال یه دوره گذروندم کمک پرستاری و همیشه ناراحت بودم که چرا من نتونستم، چرا مثلا دوستای من همه تونستن درس بخونن دا من نتونستم، اما خب با گوش دادم به صحبت‌های شما خیلی این مشکلات رو حل کردم. آخه ازم شما چه انتظاری داشتید کسی که از یه خانواده نادان و خودخواه و بیمار و گرفتار که اسمش شده سنتی میاد که به یه دختر اجازه نمیده بعد از یه سنی درس اصلا بخونه، شما انتظار داشتید که چیکار کنید عزیز؟ ما تو گرفتار شرایط و وضعیت و موقعیتمون هستیم. این است که این همه انتظار رو برای چی داشتی؟ حالا با وجود این، ولی من به دلیلی جالب، چند تا خواهر و برادر شما هستید؟ آقای تو، من از مادر خودم 6 تا، پدر من 2 تا زن داشت و از اون یکی مادرم 9 تا، روی هم 15 تاییم و من 9مین فرزند این خانواده. آخه شما اصلا وجود دارید اونجا ولی خودتون قلقلی میخوردید، اصلا کسی شما رو اصلا میدیده کجا بودید؟ اصلا 15 تا بچه، 9 تا این پدر بزرگوار شما که فکر کرده همجوری با تخریزی کنه با اون باورها، یعنی عمق فاجعه رو امیدوارم شنوندگان خوب عزیز متوجه باشن. این لعنتی خودخواهی و نادانی بیماری که اسمش شده سنتی و یه وابستگرایی اعتقادی و مذهبی هم کنارش چسبیده، این نگاه کنید چگونه انسان رو به یک اعتبار هیچ میدونه و یه چیزهای بی ارزش بی اهمیتی مثل موضوعی که هماکنون ما در ایران داریم یه تیکه پارچه میشه مسئله زندگیمون. 15 تا بچه از 2 تا زن، عزیز دل شما اصلا انتظار چی رو داری قربونه؟ شما انتظار چی داری توی خانواده‌ای با یه همچی وضعیت، اون پدر و مادر و این همه بچه و اینو شما، من نمیدونم مثلا چگونه تونستید
زنده بمونید، چرا به اینکه زندگی کنید اینقدر توقع و انتظار از خودتون نداشته باشید. بعدم میفرمایید دوستانم، کدوم دوستان؟ آیا واقعا همچین وضعیتی داشتن شما؟ همچین نه، منظور من که دوستان تو مدرسه آقای دکتر، هر آخه کسی توی مدرسه شما مدرسه مفتن. شباهتی به شما ندارن عزیز دل. شما میتونستی برید توی مدرسه که ثروت پدر و مادر بچه که کنار شماست 20 برابر شما باشه، دانش پدر و مادر اونا دو تا متخصص و با درجات عالی باشن. آخه برای چی مقایسه میکنی تو احساس بدی میکنی؟ بعدم نه قدتون اونقدر اشکال داره، نه حالا بچه ها با توجه به اطلاعاتی که دادید. بله مگر شما میخواید برید مثلا مدل بشید و مردم به خاطر زیباییتون یا خوشندامیتون بهتون پول بدن؟ ما همینیم که هستیم، تیک ایت اور لیو ایت، یعنی چه اهمیتی داره؟ و رها کنید، یعنی اینقدر بعدم نگران و غصه دار بچه ها نباشید، برای که این احساس بیش از همه آزار دهنده و اذیت کننده خواهد بود. و واقعا این مسائل اونقدر واقعا اهمیت داره، عرض کردم اصلا نگاهی که دیگران برای ما میکنن چه اهمیت داره. گفتم بار صدها بار گفتم وقتی من در کروز مادری فرزندش رو صدا کرد و گفت آقای دکتر هلاکویی، آقای دکتر هلاکویی، پسره که 13-14 ساله بود، یه نگاهی من کرد گفت دکتر هلاکویی تون اینه؟ اونجا من فهمیدم از نظر او من هیچم و بهش گفتم برو بار کاره. ببین عزیز، اصلا چه اهمیتی داره که اصلا یکی از تو روی من و شما برگرده بگی اصلا تو توفه کی هستی؟ خب هم هستم، یعنی اصلا قرار نیست اینا ما رو اذیت کنه. ما که نمیدیم که نمایش بدیم، رو صحنه بریم، مردم بگیم اندازه های ما رو بگیرید، نمیدونم ضرب و جمعاتون رو بکنید، یعنی از این ذهن یک مقیاس و مقایسه و مسابقه بیاد بیرون. شما اگر با من در جهت مسئله سلف استیم و حرمت نفس آشنا باشید، سه تا لغت همین دیگه، اگر اونی که متر هستش مقیاس، دائما داره اندازه میگه، دوم مقایسه میکنه این رو با اون، مثلا شما دوستانم سر کلاس، و بعد ما تازه میخوایم مسابقه بدیم جلو من بزنیم. خب هیچی، یعنی کارمون تمومه عزیز. من همینم که هستم، این اصطلاح انگلیسی است که take it or leave it، همینی که میخوای بخونیم میخوای برو. و بعدم قرار نبوده که شما خودتون رو به کسی بفروشید، بعدم قرار نیست من شما اصلا وارد این مهمونی بشیم. همه فکر کنم 20% باهوش‌ترین، 20% قدمون بلندتره، 30% خوشگل‌ترین، 40% شیک‌ترین، آخرش چی؟ هیچی. تازه مطالعات نشون میده به میزانی که بالا باشی رنج و دردمون هم بیشتره جان. آقا اینطور مثلا یه با شوهرم سوار اتوبوس بودیم، راننده اصلا از من تیکت بلیت نگرفت، گفت فکر که من بچه اونم. اونجا بیشتر به هم برخورد. خب بی خود عزیز من، الان با حق بازی مردم رو وای نمیبینید که طرف رو میبینن مادر و دختره، برمیگردن خب شما دوتا خواهر ها، که اون بگه نه من مادرشم، بعد بری خرش کردن که مثلا ما فکریم وای مادر تو چقدر هم خوشگلی هم جوونی. آخه وقتی ما اینقدر ابلهیم که دلمون با این حرفا خوشه که من رو با دخترم دیدن و برگشتن گفتن شما دوتا خواهر، یعنی فکر کردن من چنینه. میدونید این بازی های واقعا کودکانه که در فرهنگ ما جا افتاده. بعد ما فکر کردیم اصلا موضوع اصلی و اساسی انسان ظاهر و زیباییشه، یعنی اینه که مهمترین مسئله است. بعد گفتم آخه مطالعات رو نگاه کنید، این ظاهر و زیبایی وقتی در درون حال بهتری به من نمیده، تازه مطالعات نشون میده اگر خیلی خوب باشم وضع بدتری دارم چی؟ به همینجاست که من همیشه عرض کردم تمام هنر زندگی و موضوع زندگی اینه در من چه میگذرد آن زمانی که جهان در گذر است. در من چه میگذرد؟ من این جمله شما رو ببخشید توی خیلی خوابم تو نوشتم و اما آقای دکتر نمیدونم وقتی پسرم رو نگاه میکنم، بعد پسرم ماماشو میبینم همه قد بلند، پسر من کوچولو، انقدر این موضوع من رو ناراحت میکنه. خب خب بیخور عزیزم، همینه. آخه ببینید باز شما چون میخواید برید تو بازار مصر رو دست همه میدید، دست خودتون، بعد مقایسه رو میکنید گیر میفتید. آخه همینه عزیز، من چی کار کنم؟ این منم با همین شرایط و وضعیت. میگم نمیخوام وارد باز جزئیات شم، توی مهمونی دکتر خانمی بهش گفتن، یعنی پدرش گفت این دکتر لاکوی، گفت نیست، گفت چرا این دکتر لاکوی؟ گفت وارد جزئیات نمیخوام بشم. به من گفت تو دکتر لاکوی هستی؟ گفتم آره. گفت نیستی؟ گفت فارسی حرف بزن ببینم، چه به زبان انگلیسی حرف میزدی؟ گفتم شرمندگان عزیز ارجمند. گفت تو دکتر لاکوی نیستم. گفتم چرا نیستم؟
گفت دکتر اولاکویی هم خوشگله هم قد بلنده. He's tall and handsome and you are not. گفت هم اون خوشگله هم قدش بلنده و تو نیستی. اونا گفت اینه شو تو درست میگی دیگه، قبول، این حق با توه. ولی آخر شب هم که خواست بره اومد جلو من ایستاد گفت آیو دکتر اولاکویی، بودم یه سلام، گفت You are not. یعنی برگرد گفت دروغ نگو، تو نیستی، رفت. 9 سالش هم بود، دختر فوق العاده شیرین و جالبی بود. اونجا بود که آدم به اینجا میرسه که واقعا فرقی نداره عزیز، اینقدر نگاه نکنید، من بهش نگاه میکنم. واقعا اشکال کار شما این است که شما که چشم نداری قربونه، متر داری، تا به اینکه نگاه میکنی خب خندشو اندازه میگیره. مثلا یه قصه برای درام خیلی اذیت هم میکردن سر این قضیه که خب معلومه، ولی که خب آخه عزیز گفتن تو کوتوله، نمیدونم هر چی میگفتن. ببین عزیز میگفتن خاله ریزه، خاله اوکی. حالا شما فکرشو بکن عزیز، یه پدر و مادری که پدری که دو زن میگیره 15 تا بچه میاره، حالا شما توی همچین محیطی انتظار دارید که جایگاه و مقام انسانی و نمیدونم روحانی شما مشخص بشه؟ میتونی بازیه قربونت، بازیه برای تمام. گفتم چرا عرض میکنم، شما مطالعات درباره زیبایی شده نشون میده زنان زیبا، دختران زیبا، رنجی که از زیباییشون در کل زندگیشون برن بیشتر از رنجشون، دردشون بیشتر از دخترانی است که زیبا نیستن. برای که مسئله ذهنی عزیز، مسئله همین این مترو مقیاس و مقایسه هست که اولین بحثی که من در حرمت نفس دارم اینو باید گذاشت کنار. من اصلا تحمل همچین بحثی رو در جهت مقیاس ندارم. به همجاست که حتی حرفم این است که وقتی به شما میگن سن چنده، تاریخ تولد تو بگو، خودتو خلاص کن. بعد مقایسه، من بچه هم حق نداشتن مقایسه کنن. میگفت که من این کار کردم، دو نفر دیگه این کار کردم، به تو چه؟ ما باید یاد بگیریم، ما روزی که مقایسه میکنیم، بارها عرض کردم، خودمون رو بالا بدونیم، رنج ببینیم و آسیب ببینیم، نگران میشیم، احساس خطر میکنیم، احساس حسودی میکنیم، باید اونجا بمونیم، از اونجا ای بیفتیم دردمون و زخممون و آسیبمون بیشتره. ای پایین هم باشیم که احساس بدی میکنیم. مقایسه یعنی چی؟ این منم، همینه که هست، من منم و تو توی، تموم شد. این یکی 2 سالش، اون که 30 سالش، اون که 70 سالش، چیکار کنیم؟ حالا بیام سر سنم با هم دعوا کنیم، گرچه سر همون هم انجامش میدیم. یعنی همیشه هم ناراضی هستیم. بارها عرض کردم من 30 سالم میگم 25 سالم، 40 سالم میگم 33 سالم، 60 سالم میگم 50 سالم. من همیشه ناراضی بودم از سنم، در حالی که اگر منی که 60 سالم میگم 50 سالم، 50 سالی که باید خوشحال بودم، اونم نبودم، اونجا هم بودم 42 سالم. گرفتاری اینجاست، یعنی روزی که وارد این بازی مسخره بی‌معنی بشیم گرفتاریم. همه اینا سر جای خودش هیچ اشکالی نداره، ولی اینکه زندگیمون رو به اون مرتبط و موکول کنیم کار دستمون میده و بنابراین حساسیت شما رو میفهم. ولی شما از کجا اومدید تا اینجا؟ راجبه پسر 15 سالم میخواستم با تون صحبت کنم. این پسر 15 سالم من با فاصله 2 سال و 12 روز از خواهرش به دنیا اومده و برادر کوچیکش 8 سال و نیم از این کوچیکتره. خب دوستو، این مشکلی که الان با این پسرم دارم اینه که الان توی اروپا توی این ماه رمضان این روزه میگیره و این بر من خیلی اصلا، بعد از این طرف روزه میگیره، از این برم خیلی ورزش میکنه، فوتبال میره و اینا. من میگم آخه چجوری بدنت کم آب میشه، نکو این کار و اینا. بعد میگه ماما من خب نمیدونم بدنم سالم میشه که روزه بگیرم و ببینید الان هم یه مقدار، نه یه مقدار از این مطالعات اخیر آمده، چون قبلا فرض بر این بود که یه مقداری بدن به خاطر روزه آسیب میبینه، حالا هم شاید در برخی از زمینه ها کمی باشه، ولی این ماجرای گرسنگی های طولانی، حالا برخ از اوقات با آب برخ از اوقات بی آب، نشون میده که میتونه برای برخی از بدنها در بعضی از اوقات به صورت محدود مفید و مؤثر هم باشه و اینقدر اون نگرانی های قبلی نیست، چون الان یه نگاه دیگری به مسئله واقعا نخوردن برای یه مدتی هست. گفتم قبلا من آنچه که میدانستم این بود که مثلا برای برخی، البته همچنان هم مضره، اصلا توش تردید نیست، ولی اون رو بگذاریم کنار، بنابراین کاری به کارش نداشته باشید. بعدم بچه ها تو این زمینه، ببینید من هم میشه عرض کردم 3 تا چیزی که برای بچه ها تو این سن و سال خطرناکه، یکی مذهب
یکی فلسفه است، یکی سیاست. علتش این است که یه ذهنیتی کودک داره که ذهنیت همه یا هیچه و یه نوع افراط و تفریط و مطلق گراییه و اینا سبب میشه که تو زمینهای سیاسی یا فلسفی یا مذهبی برن به نوع بسیار سنگین و شدید و افراطیش. و متاسفانه چون سازمانها و گروهها و افرادی هستن که از این آدما استفاده و سوء استفاده میکنن و از این توانی که دارن گرفتاری ایجاد میشه. اصلا شما نگاه کنید، اصطلاحا میگن انقلاب مال جووناست دیگه. حتی یه اصطلاحی در زبان انگلیسی که به هیچ کس بعد از 30 سال اطمینان نکن، چون تنها کسانی که به ایدئال یا آرمانی و اعتقادی پایبندن مال فرض کنید 15 تا 30 سالگیه، که برش حقیقتی هم هست. اینه که ولی خودتون رو اذیت نمیتونید کنید، برای که جدال شما با او برمیگرده مقدار به باورها و اعتقاداتش، بعدم برمیگرده به سن و سالش و خیلی از اوقات هم دلایل خاص خودشو داره. ولی اگر نگرانی شما درباره سلامتیش هست، در حد کمی که من میدونم، خیلی کم میدونم، در صورتی که بیماری خاصی نداشته باشه و نسبتاً عادی باشه احتمالاً ضرر و زیانی نداره. اینه که کاری به کارش نداشته باشه. حالا شما آقای دکتر، فقط من این شدت هم ورزش میکنه، فوتبال هم بازی میکنه، وقتی این میدوه خب کم آبی میاره بدنش. نه آخه ببینید، بیاد من شما متخصص نشیم، چون ببینید اینا حوزه های یه مقدار دقیق علمیه. خدمتتونم عرض کردم گفتگوهای قبلی با مطالعات اخیر یک کمی تفاوت پیدا کرده. برای جنگیدن باید شما رو به جایی نمیرسونه و به هر حال از کسی هم تو این زمینه خیلی نمیتونید کمک بگیرید، بلکه بیشتر بار اعتقادی و احساسی داره و بعدم ای بس و اصلا یه مکانیزمی است برای ابراز نارضایتی، یه مکانیزمی است برای نوعی حالت درد و رنج کشیدن، یا یه نوع پاسخی است به اون احساسی که او داره. حتی با توجه به ویژگی روانی شما و مطالبی که گفتی در جهت کوتاهی و بلندی قد. چون ببینید، من یه دوستی داشتم در امریکا که نسبتاً کوچک بود و حالا اینگونه که میفهمید کوتاه هم بود ولی کوچک هم بود. ایشون رفت یه مدتی تایوان زندگی میکرد، از اونجا برای من پای یادم یه تلفن گفت اینجا خیلی احساس خوبی دارم، چون من از قدم از قد همه اینا یا جسم از این تایوانی ها خیلی بیشتره. حالا شما اومدید رفتید اروپا، اروپا مثلا برخی از قسمتاش این آدم ها یک نمیدونم 10 سانتیمتر 15 سانتیمتر متوسطشون از ما بالاتره، یعنی اونجا بیشتر این فاصله کوتاه و بلند پست و احساس میشه و یه واقعیتیه. ولی شما این مشکل رو در خصوص یه بچه نمیبینید، چون فرضتون این است که کودکه. در خصوص بزرگسال هم همینه. بعدم شما که اومدید اروپا که حتما با یه واقعیت روبرو شدید، کسی اصلا کسی رو به یک اعتبار نمیبینه در مسیر اندازه‌گیری و ارزیابی، یعنی کسی کاری به کار کسی نداره و بنابراین از اون بابت هم آسوده میشید. این خیلی متفاوته با ما ایرانیان یا عزیزان افغانستان که همچنان به کار هم اصلا کار داریم، به کار خودمون تنها کسی است که کاری نداریم. اینه که کاری به کارش در این زمینه نداشته باشید. حرفتون یا نظری ای دارید تو بگید، نمیخوام بگم نظر و عقیدتون رو نگید، ولی خیلی هم عقیده و نظر شما دقیق و عمیق و سنگین نیست. بعدم مخصوصا در یه دوره ای اون چیزی که واقعا منو به هم نریزه و نابود نکنه غالبا با یک تداومی میتونه قویتر و نیرومندتر هم بکنه. آقای دکتر، من از چیزی که نگرانم اینه که بالاخره این سحرم بلند میشه یه چیزی میخوره بعد دوباره میخوابه، بعد از مدرسه که میاد دوباره میگیره میخوابه. میگم تا این چه وقت شده؟ امروز بهش میگفتم این ماه رمضان زودتر تموم بشه خیال من راحت بشه، به خاطر اینکه حالا یه تلگرافی شما به خدا بزنید.
به خدا بزنید روز خواب. کمی. آخه عزیزم نه، آخه این الان کوتاه مدته، بلش کنید. برای بسیاری از اوقات فشاری که روش او رو به خواب میبره یا خودش ترجیح میده، تو این گونه موارد خیلی نمیشه دخالت کرد عزیز. گفتم با زمینه احساسی و اعتقادیش شما دارید برخورد میکنید، اون مفید نخواهد بود و فاصله میندازه، او رو بیشتر به شک و دودلی میکشونه، با شکش غالب اوقات در افراطگریش بیشتر عمل میکنه. یه کمی به حال خودش بگذارید، این ایام هم میگذره تا ببینیم، و بعدم راجبش انقدر حرف نزنید که برای سال بعد باز دوباره آمادهش کنید که در جهت مخالفت با شما حرکت کنه. این پرونده رو ببندید، یه دفعه دو دفعه گفتید دیگه رها کنید، بی خودی هم نگران نباشید، من اونقدر جایی برای نگرانی نمیبینم. بعد آقای دکتر آخه چیزی که از من پرسید، گفت مامان تو چرا روزه نمیری؟ گفتم ببین تا اون سالایی که من نوجوان بودم، اما سالایی هم که گرفتم الان پشیمونم، میگم عجب اشتباهی کردم. حالا اونا رو حالا به هر حال اونم بی خودی بگه، بهش بگید تو اینجا یاد نگرفتی کاری به کاری کسی نداشته باشی. به هر حال ولی خب متاسفانه چی میشه گفت، ما گفتم ما متاسفانه مثل که آوردنمون مثل چشم زندگی کنیم، همه رو ببینیم غیر از خودمون، برای که خودمون برای خودمون غریبه جان. و فقط نگرانیم از اینه که ما خیلی تو خانوادهمون یا اطرافیانمون، فامیل پدری فامیل، خیلی مریضی های روانی زیاده، مثلا از افسردگی بگیرید شما تا 2 سال پیش که از نزدیکانمون خودش رو از طبقه سوم انداخت و خیلی بیماری های زیادی هم هست. بعد این اونا هست ولی این به اون مرتبط نیست. نه ببینید، ببینید. نه اولا این به اون مرتبط نیست، ولی نه صبر کنید، میتونه علامتون باشه، ولی کار با این علامت که نمیشه جنگید عزیز. نه بی خود خودتون نگران نکنید، شما به هر حال به اندازه کافی معلومه که عامل نگرانی دارید، ولتون کنن نگران مردم بزرگ و درشت و بلندقد اروپایی هم میشید که اینا باید خیلی پارچه مصرف کنن، چون تخصص شما اینه دیگه، باید بگردید ببینید چی میشه. بیچاره ها، ما 1 متر پارچه میخریم، اونا باید 2 متر بخرن یا 3 متر، خیلی باید پول بدن، حیف بیچاره ها. نکنید، ول کنید، اینقدر حساسیت رو راه کنید، دست از سر بچه ها شما دیگه بردارید، بگذارید ببینید که چه میکنند و چه میشه. امیدوارم این ایام باشه جان. ببخشید اخن، نگرانی های من از این جهت که این پسر من خیلی تو داره، مثلا وقتی اون کسی که خودش از طبقه سوم انداخت تو همه اروپا بود، از نزدیکان خیلی نزدیک ما بود، خیلی با ما رفت آمد داشت، اینو حتی این راجع به این یک کلمه حرف هم نزد، نپرسید مامان چرا اینجور، در حالی که دخترم گریه میکرد میگفت چرا اینجوری شد، اما این اصلا هیچی. بچه ها متفاوتند عزیز، هم متفاوتند. من نمیخوام بگم نگرانی شما حتی در باره حتی دخترتون چه رسه حالا به پسرتون بی خوده، ما همه این احتمالات هست، ولی تا زمانی که علامت و نشانه مشخصی خودشو نشون نداده گرفتار خودتون نکنید. بعد باز ببینید شما دست از سر باز مقایسه بر نمیدارید، هم اصرار دارید برای طبقه سوم، هم اصرار دارید برای که دخترم گریه کرد پسرم حرفی نزد. نکنید، از این بحث بیاد بیرون. ملاک درست و غلط و خوب و بد از طریق باز گفتم مقیاس و مقایسه و مسابقه نیست عزیز، رها کنید. این همه نگرانی بیشتر به بچه آزار میرسونه و آسیب میزنه. آخه دکتر به خودش چیزی نمیگه، خودم بیشتر مثلا نگران. خب از وقتا مثلا پدرش میگه که این مثل دایی شده مثلا. خب حالا باز ایشون باز در یه مقایسه میکنه از یه جوری دیگه. ببینید مثل که ما هیچ ملاکی در دنیای علم و واقعیت جز مقایسه نداریم. به علاوه خب همسر شما هم همین گرفتاری داره، شما دوتایی نه پدر خوبی هستید نه مادر خوبی دیگه، ولی بچه ها رو اذیت میکنید. ول کنید، شما بچه ها رو اردید اروپا، اینا یه چیز دیگه میشن غیر از اون چیزی که من و شما بودیم و شدیم، بنابراین امیدوارم یه چیز بهتری بشن، حداقل به پدر بزرگشون نرن که 15 تا بچه داشته باشه. منم امیدوارم که اینجوری نشن، که نخواهند شد، چون میدونم که مادرشون چقدر سختی کشیده و حالا بهتر اونم ندونن، چون اون چیزی نیست که بچه ها رو خوشحال بکنه. شما بیاد بگذارید، شما بیاد به جنبه های مثبت و خوب زندگی نگاه کنید، برای که اون شادی و لذت و رضایت و خوشنودی است که هم به بچه ها امید میده و هم امنیت و آرامش میده. رها کنید عزیز،
جایی برای نگرانی ها نیست. مواظب خودتون باشید، مواظب بچه هم باشید، آقای ولی دکتر کاری به من کار یه سوال خودشون. کوچولو بپرسم. حتما بفرمایید. آقای دکتر این راجع به دختر 17 ساله ره. آقای دکتر دختر من برو قدم میرم. نه پس فردا دختر 17 ساله من آقای دکتر سال بعد دیپلم میگیره و بعد از دیپلم میگه من نمیخوام برم دانشگاه، اما من اصرار دارم که اون دانشگاه بره، اما اون خودش میگه من نمیخوام برم دانشگاه. نظرش اینه که الان ما تو اینجا بیشتر لازم داریم که آدم ها یه دوره آموزشی ببینن تا برن دانشگاه. دانشگاه به درد من نمیخوره. حالا بعضی از بچه ها اونقدر علاقه مندی به درس و علم ندارن، برخی از اوقات یه رشته های هنری، رشته های ببخشید فنی که در اروپا خیلی مرسومه. شما ببینید در تفاوتی مثلا بین جامعه انگلستان و امریکا هست، امریکایی ها شاید بیشتر از 2 یا 3 برابر مثلا انگلیس ها میرن دانشگاه، یا حتی در مقام مقایسه با آلمان بیشترن. ولی اینا برمیگرده به ساختار اقتصادی و چگونه بازاره. حالا دخترتون میخواد بره چی بخونه یا چی کار بکنه؟ دیگه که نمیدونم، هم یه روز قبلا که یه روز میخواست روانشناس بشه، یه روز میخواست روانپزشک بشه اینا، خب اما خب. الان جدیدا میخواد اقتصاد. میگه من نمیخوام، خب من میخوام سلام. خب حالا اقتصاد که رشته علمیه، اقتصاد که رشته دورهای کوتاه نداره، اصلا معنی نمیده اقتصاد در وکیل. دوره یه مدت کوتاه. که خیلی چیز داشت میگفت من میخوام وکیل ولش بشم. کنید و ببینید بعد شما. خب همه اینا، من پسر کوچکم این یه ماشینی بود میاد آشغال میبرد، از این دستگاه ها رو میبرد بالا میریخت، دلش خواست بشه راننده این گاربیج کلکتور ها بشه. اذیتش نکنید، ولش کنید. آخه دوباره این بود که 10 سال 3 سال بعد باید تموم میکنه و باید یه تصمیم بگیره. بعد نه دیگه، شما دکتر، شما دکترای نگرانی دارید، تخصص دارید، مثل که متفزش که متخصص نگرانی هستید. ویل کنید، بچه ها معلومه گم و گیجن، نمیدن چیکار کنن. همینقدر که تو راه باشند و درد سر درست نکنند و درس بخونند کافیست. دو تا دال درد سر درست نکنند، درس نکنند، دخترتون هم مشکلی نداره. من البته باید با پدرشون صحبت کنم، اگه بتونه یه مادر بهتری برای اینا پیدا کنه یه امیدی هست، اگر نه که ما گرفتاریم. رها کنید عزیز، یه ذره زندگی رو ساده بگیرید و الا دمار از روزگار ما. از زندگی رو سخت بگیریم سخت میگیره. به هر حال بذارید ببینید چه میشه. شما کارتون رو بکنید، کوششتون رو بکنید، راه درستتون رو برید. شد شد، نشد نشد، این قاعده جهانه و غیر از این هم نیست. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. یک دنیا ممنون آقای دکتر، خیلی احساس آرامش کردم از اینکه با شما صحبت کردن. ممنونتونم، چند سال پیش به خاطر دخترم با شما صحبت کردم، خیلی کمکم کردید و خوشبختانه دخترم از افسردگی و خیلی مشکلات دیگه نجات پیدا کرد و همیشه سپاسگزارتونم. خیلی خیلی خوشحالم که فارسی میفهمم و شما به هم تو زندگی خیلی کمک کردین آقای دکتر. لطف دارید عزیزم، برای سلامتیتون و طول عمرتون دعا میکنم. لطف و محبت من.